بسیار مهم است که بدانید در ترکیه یک بچه یا کودک به معنی فردی است که زیر 18 سال سن دارد. اگر شما کودکی هستید که بدون مادر، پدر و یا فامیل بزرگسال به ترکیه وارد شده اید یا اگر بعد از ورود به ترکیه ارتباطتان را با آنها از دست داده اید، ممکن است به عنوان یک کودک بدون همراه شناخته شوید. کودکان بدون همراه که به حمایت در ترکیه نیاز دارند، باید نزد افسران پلیسی بروند که برای کار با کودک آموزش دیدند. این افسران سن شما و اینکه آیا با خانواده یا قیم قانونی دیگری زندگی می کنید را بررسی می کنند. در ابتدا این افسران در مورد موقعیت مکانی خانوادهتان و نحوه جدا شدن و زمان جداییتان از آنها را از شما خواهند پرسید. افسران پلیس همچنین با بررسی هر گونه مدرکی که ممکن است با خودتان داشته باشید سعی می کنند که سن شما را بررسی کنند. این به معنی گواهی تولد، پاسپورت، سوابق تحصیلی و یا هر گونه مدرکی که سن شما را نشان دهد. حتی اگر نتوانسته باشید که اصل این مدرک را با خودتان به ترکیه بیاورید، در صورت امکان تهیه کپی یا عکس از اصل مدرک نیز بسیار مفید و کمک کننده است. اگر هیچ گونه مدرک شناسایی که سنتان را نشان بدهد با خودتان ندارید یا اگر مقامات مسئول گمان کنند که سن شما 18 سال یا بیشتر از آن دارید، در این صورت سنتان را ارزیابی می‌کنند. ارزیابی سن یک آزمایش پزشکی است که توسط دکتری که در بیمارستان کار می‌کند داده می‌شود. معمولی‌ترین روش برای انجام این کار بررسی رشد استخوان مچ دست از طریق اشعه ایکس می‌باشد. این آزمایش به شکلی انجام می‌شود که هیچ گونه درد یا صدمه فیزیکی و یا روانی برای شما به هم راه نخواهد داشت. یک افسر پلیس و در صورت نیاز یک مترجم در طول این روند شما را همراهی خواهند کرد. در بعضی موارد ممکن است نتایجی که از یک ارزیابی سن به دست می آید نادرست باشد. امکان به چالش کشیدن نتیجه یک ارزیابی سن وجود دارد. در این صورت ممکن است که آزمایش پزشکی دیگری در یک مرکز پزشکی دیگر که در انجام ارزیابی سن تخصص دارند داشته باشید. در این گونه موارد بسیار مهم است که یک وکیل هم همراهتان باشد. مرکز حقوق پناهندگان در ترکیه می تواند در مورد این مراحل به شما راهنمایی بدهد و در روند تجدید نظر به شما کمک کند. به یاد داشته باشید که همه مراحل شناسایی رایگان هستند و شما نباید هیچ مبلغی پرداخت کنید. مرکز حقوق پناهندگان در ترکیه یا RRT به کودکان بدون سرپرست در مراحل شناسایی سن و پناه دادن و همچنین همراهی آنها در طول این روندها کمک می کند. مرکز حقوق پناهندگان در ترکیه همچنین برای افرادی که در گذشته جزو کودکان بدون سرپرست بودند خدمات اضافی ارائه می دهد. اگر شما یک کودک بدون سرپرست هستید و یا در گذشته این موقعیت را داشته اید، می توانید با خط تلفن ویژه مرکز حقوق پناهندگان در ترکیه یا RRT که از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در دسترس شماست تماس بگیرید. 2090-549-510-52206. امکان تماس با این خط به زبانهای ترکی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، فارسی و دری وجود دارد. این ویدیو فقط جهت اطلاع رسانی است و توسط شبکه غیر انتفاعی همبستگی پناهندگان با مشارکت سازمان حقوق پناهندگان ترکیه تهیه شده است.